ستم ولای تو هستیم و ولاغه ما خاک کف پای تو هستیم و ولاغه ما دل به تو بستیم و ولاغه مستیم و ولاغه ولای تو هستیم و ولاغه ما خاک کف پای تو هستیم و ولاغه ما دل به تو بستیم و ولاغه مسیم و بلاغه علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا در راه خدا برادرت شدم و در راه خدا دوست با صفایت گشتم و برای خدا دستم را در دستت قرار می‌دهم و در پیشگاه خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و فرستادگان او و پیامبران و امامان معصوم عهد می‌کنم عهد می‌کنم که اگر از اهل بهشت و شفاعت باشم و اجازه ورود بهشت را یابم بدون تو وارد بهشت نشوم پذیرفتم ما خاک تو هستیم و ولاغه ما خاک تو هستیم و ولاغه عاشق سینه چاک تو هستیم و ولاغه حالا که تو هستیم و ولاغه حالا که تو ما خاک تو هستیم و ولاغه عاشق سینه چاک تو هستیم و ولاغه معنی دوست رو بگم معنی دوست یار و یاور من بگم دوست عشق همراه، همیار کسی که پایه باشه بتونه توی اعتقادات دینیم کمکم کنه برسون رفیق فابریک بابا برسون دیگه جینگ جینگ داداشی خب من بگم کسی که بتونم با اطمینان رازامو بهش بگم و مطمئن باشم که اون به هیچ کس راز منو نمیگه این خصوصیاتش اینه که تو همه زمان تو همه گرفتاری یاری آور هم باشه کسی که تو سختی ها ما رو تنها نذاره و با تمام بدی هامون ما رو بپذیره کی؟ نه دیگه زشت این رفیق اونجا باشه یه تقلب اونجوری میرسونی؟ یه باری از اول همراه سختی ها مشکلات خوشمه دلم بهش گرمه میتونم بهش اعتماد داشته باشم وجودش باشم رفیق رازداره همیشه میشه روش حساب باز کرد عهد و پیمان قول مردونه قول دادن سر حرفی وایسادن کاریو که گفتن انجام دادن وقتی یه عهد و پیمانی بسته میشه آدم موظف میشه به طرفی که باهاش عهد بسته اصلا سوالای سخت میپرسه اون ناگسستنی چی؟ نمیدونم یه بار بیشتر نمیتونم بگم ناگسستنی آفرین خوب افسی یعنی ناگسستنی رفیق فابریک کم شاید سه تا دو تا سه تا چرا رفیق فابریک کمه؟ آدمی که سر حرفش بمونه همه جا تنات نذاره کمه با محمد با مرامه با صفای پایت بزا بعد شهادت اینا رو هر جایی میگیم میاد هر کاری بخوایم بکنیم با هم میکنیم هر کاری بیادا در خصوص عهد و اخوت و سامون عهد و اخوت اینه که با هم پیمان میبندن تو همه سختی ها تو خوشی ها تو نداری ها تو داشتن همراه همراز هم باشیم
عهد و اخوت. خب توی روز عید قدیر، حالا خودم یکی دو سالی هست که دارم این کار رو انجام میدم، با اون دوستایی که خیلی صمیمی هستم و خیلی رفیق‌ترم عهد و اخوت میبندیم که اگه قرار شد به جاهای خوب خوب برسیم حتما با هم دیگه بریم. نوبت منه؟ حت فکر کنم بشه. برادر بهتره یا رفیق؟ رفیق خوبه که برادر باشه. پیغمبر صلی الله علیه فرمود که رفیق بعد 7 سال برادر آدم. البته برادرم میتونه بهترین دوست آدم هم باشه. یاری که همیشه کنار آدم باشه مثل برادره. برادری که رفیق باشه و رفیقی که برادر باشه. چند نمره؟ قدیر. قدیر بزرگترین نشونه ما شیعیان بوده، بزرگترین حادثه تاریخ شیعه بوده و بزرگترین عید ما. بعد از فراموشی قدیر بود که بقیه حادثه های ما عزا شد، مثل محرم، مثل فاطمیه، اربعین. یادمون رفت قدیر رو و اون حادثه ها اتفاق افتاد، انشالله دیگه تکرار نشه. قدیر یعنی برادری، قدیر یعنی برادری مؤمنین. دوست داشتی با کدوم یکی از قهرمان های ملی امروز عهد و اخوت ببندی؟ خیلی سخت شد. قهرمان ملی آیت الله شهید بهشتی حاج قاسم. نمیدونم واقعا. حاج قاسم یکی مرتضی ابراهیمی بود شهید امنیت، یکی هم مصطفی سعدزاده بود شهید مدافع حرم. حسن یزدانی از چه جویبار هم هست که دیگه ارادت بود. اسم قهرمان رو که میاری کلن ذهن ما میره سمت حاج قاسم، ولی خب ولی چیزی که تو ذهن من میاد شهید آقا جلال افشار. به کدوم بر بگیریم؟ خوش فکر میکنید توی این مسیر چه کسایی همراهی میکنن شما؟ قطعاً خود حضرت علی و پیامبر اولیش هستن و بعدش هم کسایی که به قول معروف رفیق فابریک هم باشن، اول مادر و پدرم و بعدم دوستن. قطعاً بودن، اهل بیت بودن، کنار ما شهدا بودن، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، همه اینا بودن، حضورشون حس میشد توی این جمع. من و دوستم خودمون یه موکب داشتیم اینجا و واقعاً به عشق حضرت علی اومدیم اینجا و پای کار ایستادیم که بتونیم واقعا این روز بزرگ رو هیچ وقت از یاد مردم نره. این مهمونی 10 کیلومتری باعث شد که قدیر خیلی بهتر و برجسته‌تر توی کل دنیا نمایش داده میشه. مسیم و بلاغه مسیم و بلاغه